سلام، سوال P43 از نمونه سوالات امتحان APM ریاضی مورد نیاز برای ورود به دانشگاه ملی وین و دانشگاه TU اتریش رو بررسی میکنیم. سوال از این قرار صورتش آین پولینوم فانکسیون که حالا دامنش عدد حقیقی هستش Y مساوی X3 به علاوه AX2 به علاوه BX به علاوه 3 at denwend پونکت W 2 و YW. یعنی که این چند جمله ای وندپونکتش یعنی نقطه که شیب در اونجا تغییر میکنه، وندپونکتش 2 و حالا ایگرگش مجهوله. گفته که دیوند تانجنت تی دبلیو حد گلایشون تی دبلیو 4x به اضافه ایگرگ مساوی 18. یعنی که خط مماس بر نقطه وندپونکت این معادله رو داره، حد گلایشون. خب این معادله این نقطه هست، یعنی این x رو بذاریم توی جای این x، این y به دست میاد که حالا انجامش میدیم. بشتیم انزی دن فانکسیونز ترم، اینو غلط املایی نوشته کتاب، فون f منظورش از تابه است، یعنی که فانکسیونز ترمای تابه رو مشخص کنید. فانکسیونز ترما چی هستن؟ این آ، این ب و این س فانکسیونز ترمای ما هستن. خب گفتم همون اول که اگر که توی این خط مماس با نقطه تانژانت این در واقع x رو قرار بدین، y‌اش هم به دست میاد که ایگرگش میشه 10 اگه قرارش بدید. از طرف دیگه چون این معادله رو داره 4x بلاو ایگرگ مساوی 18، این رو اگه بر اساس ایگرگ بنویسیمش میشه ایگرگ مساوی منهای 4x به اضافه 18. بنابراین توی چنین معادله ای میدونیم که ضریبه x شیب ما هستش که منهای 4، بنابراین کا یا شیب من توی نقطه وندپونکت منهای 4. خب پس من میتونم یه سری اطلاعات رو از این مسئله استخراج کنم. حالا خود فانکسیون اصلی تابع اصلیمونم یا بار ازش مشتق میگیرم یا بار ازش مشتق دوم میگیرم که سه تا معادله داشته باشم. خب معادله اول خود تابع اصلی، خود تابع اصلی یه نقطه ازش رو داریم که همون نقطه وندپونکت ما هست اینجا. پس اگر ایکس همون رو 2 بذاریم ایگرگمون میشه 10. پس میام اف 2 مساوی 10 رو قرار میدم، اینو مینویسم و جای ایکس هم 2 میذارم که جوابش میشه 10. توی دومی مشتق تابع میدونم که توی نقطه وندپونکت هم شیبم منهای 4 و میدونم که مشتق تابه همون شیبه تابه هست، حالا توی نقطه ای که هست. پس اف پریم 2 توی نقطه که ایکسش 2 مساوی منهای 4، معادله مشتقم رو می نویسم جای ایکس هم 2 میذارم مساوی منهای 4ش قرار میدم. توی حالت سوم هم سوال اومده وندپونکت رو به ما داده. وندپونکت جاییه که گفتم، همون صورت سوالی که داشتم میخوندم گفتم که جاییه که شیب تابه تغییر میکنه. کجاست که شیب تابه تغییر میکنه؟ جایی که مشتق دوم تابه برابر صفر باشه. پس توی نقطه x مساوی 2 شیب تابه داره تغییر میکنه، پس مشتق دومش برابر صفره. پس f دبل پریم 2 یعنی مشتق دوم تابه با x 2 مساوی صفر و اینو توی این معادله جایگزین میکنم. از اینجا آ به دست میاد، از اینجا که آ به دست اومد توی این آ رو میذارم و به دست میاد و بعد توی این آ و به رو میذارم و سه هم به دست میاد به این ترتیب. حالا به این ترتیب که به و سه رو هم به دست آوردیم همون معادله اصلیمو مینویسم اف ایکس، ایکس به توان سه چون آ شده منهای 6، منهای 6 ایکس 2 به علاوه ب شده 8، 8x به علاوه 10، 3 مون شده بود 10 مثبت.